آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در استودیو با ما هستند خیلی خوش اومدیم به برنامه امروز جناب آرامش سفر وزرای خارجه و دفاع آمریکا و آنتونیو گوسرش به ترکیه چه اتفاقی افتاده تو این مقطع از جنگ که پس از دو ماه مقامات دیپلماتیک این چنین به تکاپو افتادند این تلاش برای آوردن دیپلماسی به صحنه نیست آقای لوید آستن ارتش بود بازنشسته وزارت دفاع و وزیر دفاع ایالات متحده دیپلمات نیستند ولی آقای بلینکن هست ولی وزیر خارجه آقای بلینکن دیپلمات ارشد و آقای آستن نرفتن اونجا برای اشاعه و ارائه دیپلماسی رفتن اونجا برای تجهیز اوکراین رفتن اونجا هم یکم به پوتین بگن که وزرای خارجه و دفاع قدرتمندترین کشور دنیا و, عضو و, بزرگ... ناتو. و, و... عملا مهمترین کشور عضو ناتو و از اون طرف هم بزرگترین دشمن تو اینجا حاضرن بیان و شما هیچ کاری نمیتونی بکنی دوم جنگ کیف رو باختی نبرد کیف رو کاملا باختی دیگر حتی و به خاطر خروج کامل نیروهای روسی ادوات نظامی و ادوات توپخانه و هیچ تهدیدی لاقل از میان برد و از به قول معروف کوتاه برد تهدید نمیکنه کیف رو بله ما موشک میزنن با موشک کوز میزنن ولی جرعتش هم ندارن موقعی که سران ایالات متحده اونجا هست بزنن بعد از اینکه اینها میرن دست به حمله میزنن به چند ایستگاه قطار در غرب کیف در غرب اوکراین نکته سوم نشان میدهد که تعهد ایالات متحده و دولت بایدن به تجهیز و تسلیح و مسلح کردن بیشتر اوکراین مال امروز و فردا و پس فردا نیست اگر امروز روزنامه واشنگتن پست رو می‌خوندید یکی از هدلاین ها یکی از اون تیترهای اولی بود که تضعیف ارتش روسیه هدف نهایی است بله ارتش روسیه ما آنچه که دیدیم آنچنان قوی هم نبود از لحاظ تجهیزات که دیدیم تجهیزاتی که اون انقدر مون افتخار میکردن نه از لحاظ فناوری و نه از لحاظ به روز بودن آنچنان تعریف نداشتن مرگری به سمت دوم فقط مسئله مسئله تجهیزات نیست کادر افسری و بعدم کادر درجه داران هست کادر افسری عملا آنچه که خودشان داشتن هیچ که یک فرق سیاسفی داشت با آنچه که سربازهای وظیفه و درجه دارهای یعنی من از سطفان به بالا میگیم افسر و از سرباز صفت تا سرجن میجر به انگلیسی میشه به فارسیش نمیدونم چی میشه ولی اونها رو میگیم درجه دار یعنی سه تا خط بالا سه تا خط پایین سر گروه یا سرکار استوار حالا چی به فارسی است افسر داریم درجه دار داریم کادر افسری و کادر درجه دار با هم فرق میکنه اینجا یک شکاف بزرگی بود بین کادر افسری ارتش روسیه و کادر درجه ها و نکته سوم نشان داد که آنچه که با واقعیت های میدانی برخورد داشتم و عرض کنم به شما دست و پنجه نرم می‌کردن اونهایی که در میدان می‌جنگیدن نه تنها این برای کادر افسری و کادر فرماندهی در مراکز فرماندهی قابل هضم نبود و قابل فهم نبود به همین دلیل قابل تصحیح هم نبود و اشتباهات مجدد و مجدد و نکته آخر ایالات متحده فقط اسلحه نداده خیلی بسیار مهمتر داره ناتو هم همینطور اطلاعات عملیات داده هشت فرمانده ارتش از سرتیپ به بالا یک ستاره سرتیپ دو ستاره سرلشکر شش سرتیپ و دو سرلشکر تا کشته شدند خبرهایم هم هست که فرمانده نیروی 92 مکانیزه که یک سپه بوده فرمانده سه ستاره است اون هم کشته شده البته هنوز تایید نشده ولی شما فکر کنید در یک جنگ به این کوتاه مدت هشت افسر ژنرال یک سر... شش سرتیپ و دو سرلشکر در تمام جنگ عراق ایالات متحده عراق بالاترین مقاماتی که کشته شدند سرهنگ بودند خب اینو در نظر داشته باشید حرف جنگ 2003 تا 2012 است اینجا در 50 اندی روز شما دو سرلشکر و شش سرتیپ از دست دادید خب بالاخره رزمنده های اوکراینی اطلاعات عملیاتی از جایی گرفتن که کجا پیکان خودشون رو تیزتر و دقیقتر نشانه ببرن خیلی کوتاه خلاصه بفرمایید این خط در واقع رسید در مذاکرات صلح به نتیجه رسیدن خواهد شد یا پیروزی مطلق مذاکرات صلح با آقای پوتین فعلا در کار نخواهد بود آقای پوتین نشان داده که فعلا فقط حرف زور رو میفهمه تا موقعی که تحریم ها سنگین تر نشوند که دارن میشن نفت و گازش رو نخرن کشورهای غربی که هنوز دارن میخرن و دوم تا موقعی که متاسفانه جنازه های سربازان روس برگردن به مسکو به سن پترزبورگ و شهرهای دیگر این فشار باید نگه داشته باشه بر آقای روسیه فشار جانی یعنی نظامی هایش به خاطر اینکه اونم تاثیر خواهد داشت مادران و پدرانی که دارن این فرزندان عزیزشون از دست میدن بسیاری از اینا نظام وظیفه هستن افسر کادری یا درجه کادری نیستن ناخواسته اونجا و دوم تحریم های سنگین حرف زور رو تا حالا داریم که آقای پوتین به اون بهتر جواب داده از سر ضعف باشون صحبت کردن مشکل ساز خواهد بود سپاس از شما آرش آرامش که با برنامه امروز بود